پلیس بیورلی هیلز، اکسل، بریم ببینیم چه خبره. پلیس بیورلی هیلز اولین بار در دهه 80 منتشر شد. یه فیلم خیلی پرفروش و خیلی بامزه بود. قسمت دومش هم پرفروش بود، در مجموع باعث شد که فیلم‌های به اصطلاح بادیکاپ خیلی بیشتر در دستور کار قرار بگیره ساختشون و در کنارش سری فیلم‌های دیگه مثل بد بویز هم با الهام از اون فیلم ساخته بشه. اما قسمت سوم پلیس بیورلی هیلز فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم در سال 1994 یک فاجعه تمام عیار بود. فیلم منتشر شد، فیلم بسیار بدی بود از لحاظ فروش، این فروش خیلی بدی رو تجربه کرد. چنان این فروش بد بود که توی 30 سال آینده کلن پرونده فیلم رو بستن، یعنی هیچ دنبالی براش منتشر نشد تا سال 2024 که خیلی رایج بازسازی فیلم های قدیمی، خیلی دارن لایو اکشن های قدیمی رو بازسازی میکنن، فیلم های قدیمی رو بازسازی میکنن و حالا نوبت به پلیس بیورلی هیلز رسیده که قسمت جدیدش رو در سال 2024 منتشر کنه. اصلی ترین نقطه قوت فیلم اکسل به نظرم فضا سازی دهه 80 فیلمه، یعنی اینکه اومدن فیلم رو در سال 2024 با حال و هوای همون قسمت‌های موفق دهه 80 بازسازی کردن. ما می‌دونیم که قسمت اول و دوم فیلم پلیس بیورلی هیلز خیلی محبوب بود، برای همین سازنده‌ها تصمیم گرفتن که توی سال 2024 تمام اون المان‌های موفق آثار دهه 80 و در واقع مشخصه هایی که این فیلم داشته رو در اون سال‌ها اینجا تکرار کنه و به نظرم موفق بوده تا حد زیادی. شخصیت‌های سرخوشی هستن، شخصیت اصلی داستان شخصیت بامزه‌ای مثل پلیس‌های دهه 80 و در مجموع یک نوستالژی محسوب میشه برای کسانی که در اون دوره زندگی می‌کردن و فیلم‌های این دوره رو دیدن. به نظرم اکثر خودشه، پلیس بیورلی هیلز نخواسته که فیلم متفاوتی باشه، نخواسته که توی سال 2024 مثل خیلی از فیلم‌هایی که دیگه داریم می‌بینیم شخصیت اصلی رو شخصیت ویران شده تصور کنه، شخصیتی که نمیدونم نابود شده و می‌خواد دوباره به زندگی برگرده. نه، اینجا هم اکسل همون اکسل آدمیه که امید داره به زندگی، آدمیه که خوشمشربه، آدمیه که جذاب کماکان برای تماشاگر علی‌رغم تمام مشکلاتی که داره، ولی شخصیت بامزه‌ایه و اینجا همون بامزگی حفظ شده. حالا یه سری نقاط ضعف هم داره که توی بخش ضعف‌ها بهش میرسیم. گفتم ضعف، خب باید اشاره کنیم به این نکته که فیلم اکسل علی‌رغم اینکه فیلم بامزه‌ایه، فیلم سرخوشی هست، اما ظرفیت این رو نداره که 2 ساعت بخواد شما رو درگیری کنه. شوخی‌های فیلم یکی در میان میگیره، به طور مشخص تمام اون جذابیت‌های شوخی‌هایی که توی دهه 80 شما میتونستید ببینید رو گرفتن در اینجا که به کسی بر نخوره و رابطه بین شخصیت هم رابطه یه که پر ایراده، رابطه پدر و دختری اینجا خیلی دیگه سانتیمانتاله، خیلی مینیماله، نه اولش مشخصه نه وسطش مشخصه چطوری قرار حل فصل بشه و یه هوی آخر سر همه چی اینجوری گل و بلبل میشه. رابطه دختر با دوست پسر هم دقیقا همین وضعیت رو داره. در مجموع خیلی نماد روی جزئیات داستانی حساب کرد، از لحاظ منطق روایی هم فیلم نابوده کلا. یه دفعه برخوشون دستبند باز میکنن، از دریچه کولر میزنن، از دریچه هوا میزنن بالا و از این دست اتفاقات میافته، ولی تماشاش در فیلم اکسل خیلی آزاردهنده نیست. برای اینکه خیلی هم نباید انتظار داشته باشید که این فیلم بخواد خیلی فیلم سفت و سختی باشه. تمام هدف فیلم سرگرم کننده بودن هست. در واقع دوست داره که به همون سبک و سیاق دهه 80 که یه جورای کل فضای فیلم‌های پلیسی کمدی یه جور مشنگ تور بود، دوست داره از همون فضا استفاده کنه و به هدفش برسه. ایرادات فیلم سر جای خودشه، ولی باید به این نکته اشاره کرد که کماکان میتونه تماشاگر رو سرگرم کنه، هرچند که به پای قسمت دوم و اول نمیرسه، ولی کماکان به نظرم میتونه تماشاگر رو سرگرم کنه. از این جهت نمره من به فیلم پلیس بیورلی هیلز اکسل 5 از 10. همونطور که گفتم فضای فیلم فضای سرخوشانه ای هست، فضای خیلی مشنگ طوری هست مثل فیلم های دهه 80 که به نظرم بامزه است. اگه فیلم های اون دوره دیده باشید به نظرم این حس رو درک میکنید. اما ایرادات فیلم هم پابرجاست. فیلم ایرادات کوچک و بزرگ زیادی داره که باعث میشه حوصله تماشاگر سر بره، باعث میشه که تماشاگر اون حس نابی رو که از تماشای قسمت اول این فیلم کسب کرده بود رو اینجا تجربه نکنه. برای همین به نظرم
اکسل در بهترین حالت یک فیلم معمولی سرگرم کننده است که به نظرم با توجه به آنچه که در قسمت سوم دیده بودیم یک پیشرفت قابل ملاحظه و بزرگ برای این فیلم محسوب میشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید و امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و موقعی که فیلم رو تماشا میکنید حس خوشایندی داشته باشید. دم شما گرم و خدا نگهدار.